سلام بردک آبه عزیز، درود بر شما خواهر سالماز عزیز، وقتتون بخیر، خوب هستیم؟ شما هم بخیر، خدا رو شکر، ممنونم، خیلی خوشحالم که شما رو ببینم. همینطور سلام میکنم به همه عزیزانی که در این لایف ما رو میبینن یا بعدا به صورت ضبط شده میبینن. سلام میکنم. خیلی ممنون، مرسی بردک آبه عزیز، شما خوب هستین؟ خدا رو شکر، خیلی خوب باشین. سلامت باشید، امیدوارم شما خوب باشید و ممنون از برنامه عالی که درست میکنید و میفرستید. واقعا من یکی از بیننده های پروپاورستون هستم و همیشه نگاه میکنم و واقعا باعث بنای من میشه. خدا بهتون برکت بده و آمین که از این برنامه شما ثمر خواهد داشت، همونطور که کلیساتون همیشه برای خداوند میوه آورده. آمین، خدا رو شکر بر وجود شما. همینطور که سینا جانم هفته پیش گفتن، شما همیشه ما رو همراهی میکنین و حمایت میکنین و تشویق میکنین. خدا رو شکر بر وجودتون، ازتون واقعا از طرف تیم مدیامون هم تشکر میکنم. همیشه این صحبت رو میکنیم که شما خیلی ما رو حمایت میکنین و همیشه هم حضور دارین و این چند روز هم که مزاحمتون بودیم و با فروتنی و صبوری با ما در ارتباط بودین برای این برنامه، خیلی ازتون ممنونم. با اجازتون من کامنت ها رو میبندم که ما برنامه رو شروع کنیم، صحبتمون رو شروع کنیم. دوباره در آخر برنامه من باز میکنم کامنت ها رو که شما عزیزان رو هم داشته باشیم. برای شروع برنامه از شما خواهش میکنم یه کوتاه خودتون رو معرفی کنین، از خدمتاتون بگین، از کجا الان هستین با ما، ممنون میشم. بله، من کاوه شیخ زاده هستم، از برلین کلیسای آفتنبک هستم. یک بنده خطاکار و گناهکار بودم در گذشته، پر از تقصیر و عیب، که به واسطه خون عیسی مسیح نجات پیدا کردم و امروز فرزند خداوند هستم و افتخار این رو دارم که در کلیسای آفتنبک یا به فارسی کلیسای راه خدا به عنوان دیاکون نرگمانتلایتون یا شورای رهبری کلیسا باشم. خدا رو شکر برای وجودتون. بعد کاوه از شما کی و چطور به عیسی مسیح ایمان آوردین؟ سو این یعنی اسکات. بله، مستقیم بریم سر اصل مطلب. بسیار عالی. ایمان آوردن من به عیسی مسیح یک اتفاق آنی نبود، یعنی در یک لحظه یا در یک زمان اتفاق افتاد، بلکه یک پروسه بود که فکر میکنم اگر بخوام دقیق بگم شاید 4 تا 5 سال زمان برد. یعنی صحبت از یک ایمان قلبی میکنم، نه ایمانی که بر زبان بیاد. و باید برگردیم به خیلی سالهای پیش، سالهایی که من در ایران بودم و متاسفانه سالهای زندگی من رو ملخ ها خورده بودن. من سالهای زیادی درگیر اعتیاد بودم و این موضوع زندگی من رو نابود کرده بود، زندگی من رو واقعا از هم پاشیده بود و توی اون سالهای آخر واقعا شرط بسیار بدی رو داشتم، تقریبا همه چیزم رو هم از دست داده بودم و هیچ پرسپکتیو و هیچ امیدی نداشتم. حتی شاید به نوعی سربار هم بودم برای خانوادم، چون اونا هم همه چیزشون رو برای من داده بودن و من طبق معمول همیشه همه چیز رو خراب کرده بودم و جایی برای موندن نداشتم. حتی خیلی وقتها شد که شب مجبور شدم توی بیمارستان بخوابم، توی فرودگاه مهرآباد بخوابم، یا شب تا صبح رو توی خیابون سپری بکنم. و این مدتی رو پیش مادر بزرگم بودم تا یک روزی که واقعا هیچ اعتقادی دیگه به هیچ خدایی نداشتم، یعنی به خدایی که میشناختیم در اون زمان. خب همه ما در ایران در خانواده مسلمان به دنیا اومده بودیم و یک شب که واقعا هیچ امیدی نداشتم، یعنی اصلا نمیدونستم که چه چیزی میتونه زندگی منو درست بکنه، همه چیزمو از دست داده بودم، طرد شده بودم، یک هیچه به تمام معنا بودم. و یک روز شب در واقع توی صحبت خلوتی که کردم با یک خدای ناشناخته، یک کسی که نمیدونستم کی، فقط شروع کردم به زبان فارسی صحبت کردن و گفتم اگر خدایی وجود داره، اگر خدایی هست، دستهای تو میبایست اینطوری بیاد توی زندگی من و من رو بکشه بیرون. و خوب یادم میاد توی اون زمان من نه کارت پایان خدمت داشتم، نه پاسپورت داشتم، نه پول داشتم، ولی و هیچ پرسپکتیوی رو هم توی ایران برای خودم متصور نمیتونستم بشم. فکر میکردم شاید اگه برم خارج درست بشه.
در هر حال از اونجایی که خداوند ما خدای غیر ممکن هاست، خداییست که هیچ وقت دیر نمی کنه و قابل و شایسته اعتماد هست، حتی اگر ما او رو نشناسیم، حتی اگر ما وفادار نباشیم، او وفادار میمونه و اشتیاق داره نسبت به ما. این خداوند معجزه‌ای کرد که من بتونم کارت پیام خدمت بگیرم، پاسپورت بگیرم و بعد یک دوست عزیزی رو ملاقات کردم که این گفت برنامه تو برای زندگی چیه؟ گفتم هیچی، میخوام برم خارج یا دبی یا ترکیه، یعنی تنها جایی که ایرانی میتونست به راحتی بره، ولی پول ندارم. گفت من به تو پول میدم، با هم بریم ترکیه کار بکنیم، اونجا وقتی که تو درآوردی پول رو به من برگردون. گفتیم باشه. اومدیم و رفتیم از ترمینال غرب بلیت اتوبوس گرفتیم، نمیدونم 70 80 هزار تومان بود اون موقع بلیت از ترمینال غرب به استانبول اتوبوس، و یه چیز در حدود 37-8 ساعت یا 40 ساعت، یعنی تقریبا 2 روز توی راه میشه آدم وقتی که با اتوبوس میره. توی ماه فوریه بود سال، فکر سالش دقیق خاطرم نیست، حالا برای اینکه اشتباه نگم حدود 9-10 سال پیش، و ما حرکت کردیم به سمت ترکیه. توی راه با این دوستم یه خورده صحبت کردیم، یه دوست جدیدی هم پیدا کردیم توی اون ماشین، و گفتیم چیکار کنیم. پیش خودمون با اون ذهنیت که داشتیم گفتیم فردا، حالا که یعنی موقعی که رسیدیم ترکیه، روز بعدش بریم به این سفارتخونه ها و اینا سر بزنیم، چه میدونم مثلا بریم سفارت اسرائیل بگیم ما از ایران اومدیم مثلا به ما پناهندگی بدید، یا بریم سفارت آلمان بگیم به ما مثلا ویزا بدید، می‌خوایم بریم اونجا. نه پول، نه کار، نه زبان، نه هیچی. وقتی که رسیدیم روز بعدش که ما می‌خواستیم بریم به در واقع به سمت این کنسولگری ها توی میدون تکسیم خیابون استقلال، آدرس های رو از اینترنت در برده بودیم، یک دنبال آدرس که میشیم، یک عزیزی رو، یک برادر عزیزی بود که اسمش هنوز یادمه، برادر محمودی که فکر میکنم کانادا باشن، و ایشون در واقع باعث آشنایی من با مسیح شدن و کلیسا شدن و هر جایی که هستن خداوند برکتشون بده برای این خدمتی که میکردن در ترکیه. ایشون آدرس رو به ما دادن و وقتی که ما خواستیم خداحافظی کنیم یک کارت به من داد، روی اون نوشته بود کلیسای خانگی مژده، و من اونجا اولین بار بود که این اسم کلیسای خانگی رو شنیدم. و حساب بکنید که یک آدم کاملا در و داغون، ناامید، بی پول، هیچی، و با این دوستم رفتیم به سمت میدون تقسیم و خیابون استقلال و این کنسولگری ها رو سر می زدیم. توی مسیر یادم هست که کنسولگری آلمان رو فکر میکنم رفتیم و اون سکیوریتی هایی دم در بودن گفتن چی میخواید اینجا، با زبان انگلیسی دست و پا شکسته و ترکی کم اون دوستم بلد بود، و ما میخواییم بریم آلمان ویزا میخواییم. اون یه نگاهی به سر و وضع من کرد، یه کسی که واقعا یک هیچه به تمام معنا بود، این ظاهرش نشون میداد که کی هست، یک هیچ هست، و گفت برو آلمان، به تو احتیاجی نداره. و ما اومدیم بیرون، یعنی میتونم بگم خیلی هم بهم بر نخورد، چون میدونستم که کی هستم و در واقع شاید حق داشت اون آدم، من که توی کشور خودم، توی خانواده خودم دیگه جایی نداشتم، خب طبیعی بود که این حرف رو بشنوم. و فردای اون روز که یک روز جمعه بود، ما گفتیم که بریم حالا به این آدرس این کلیسا بریم ببینیم اینجا چیه، شاید اونا بتونن یه کمکی کنن یا هر چیز. کنجکاو بودیم، خیلی گشتیم تا اونجا رو پیدا کردیم، و وقتی وارد شدیم اونها یک به قول خودمون بیبلشتونده داشتن، یک جلسه کتاب مقدس تعلیمی، یعنی جلسه پرستشی نبود. و کشیش اونجا که برادر عزیزم استاد بزرگوارم کشیش کامبیز سقایی بودن، در حال تعلیم و درس بودن، و ایشون یادمه که سوال کردن توی اون جلسه که چه کسی زندان بوده، چه کسی اعتیاد داشته، چه کسی زندگی داغونی داره، چه کسی همه چیزشو از دست داده. و ما تازه هم رسیده بودیم و چند دقیقه بعد از رسیدن ما این سوال ها رو میپرسید، و همه این سوال ها سوالی بود که نگاتیو و بار منفی داشت، و من میبایستی که برای هر سوال دستان میبردم، ولی یعنی من باید پیش خودم فکرم اینا الان راجع من چه فکری میکنن. و کشی سقایی به من گفت خداوند تو رو انتخاب کرده، خداوند به تو احتیاج داره، با همین دو جمله. و اولین چیزی که اونجا توی ذهن من صدا کرد این بود که من دیروز توی کنسولگری آلمان رفتم و من گفتن آلمان به تو احتیاج نداره، و امروز این آقا میگه خداوند، یعنی خدای اون
که از دید اون زمین و آسمان رو آفریده به من نیاز داره. اون وقت مایی که در اسلام و در ایران همیشه شنیده بودیم خداوند بی نیاز هست، خداوند نه فرزندی داره نه زایده شده و نه میزاید نه به کسی محتاج است. و وقتی که اون جلسه تموم شد یه مقداری با هم صحبت کردیم و دقیقا حضور ذهن ندارم از بین کش سقایی و همسرشون خواهر سپیده عزیزم که هر جای هستند برکت خداوند باشون باشه، برای من نبوت کردن بدون که چیزی از زندگی من بدونن، گفتن که خداوند سالهای ملخ خورده رو به تو بر میگردونه. و این در اون زمان من هیچ شناختی از خدای اونها نداشتم، اما یک انگبوت و پیشنهاد عالی بود برای من که بمونم توی اون کلیسا و توی اون رابطه تا اون خداوند اونها این وعده‌ای که داده سالهای ملخ خورده رو برگرد. یعنی من اون لحظه پیش خودم فکر کردم که خونم رو برمیگردونه، ماشین برمیگردونه، پولم رو برمیگردونه، زندگیم رو، سالهای جوانیم که اعتیاد داغون کرده بود رو. و امروز میخوام اگه عزیز صدای منو میشنوه بگم که اگر اون روز در اون سال 9 سال 10 سال پیش خداوند اون کاوهی که یک هیچ بود، الان هم من یک هیچ هستم، ولی اون زمان زندگیم داغون بود، هیچ هیچ بودم، هیچ امیدی نداشتم، حتی پدر و مادرم نمیتونستم برام کاری بکنن، اون خداوند اون زمان کاوه را احتیاج داشت، چقدر بیشتر امروز به تو احتیاج داره و چقدر بیشتر امروز مشتاق تو و همکاری با تو هست. و این آغاز و شروع در واقع شناخت من از مسیح بود. یه ذره داستان بخشای دیگه هم داره، اگر سوالی دارید بگید یا اینکه من ادامه بدم هر جور شما دور بدید. نه خواهش میکنم، هر جور که خودتون دوست دارین، که اگر که میخوان ادامه بدین تا من بقیه سوالا رو بکنم. اوکی، پس من این داستان رو تا به یک جایی میرسونم، امیدوارم که از نظر بتونیم که در چارچوب شما ببینیم، هر جایی که میباید قطع کنید بگید و باشه تشکر فرمایید، شما راحت باشید. و من این باعث شد که بمونم در کلیسا، بیام و توی ترکیه کار پیدا کنم بمونم، و واقعا این هم یک معجزه بود. ما توی یک هفته توی ترکیه کار پیدا نکردیم، پولمون تموم شد، می‌خواستیم برگردیم ایران، بلیط خریدیم که برگردیم ایران، سوار اتوبوس شدیم. شاید اون دوستی که همراه من بود الان لایف رو داره میبینه، چون از دوستان من هست توی اینستاگرام. ما نشستیم توی اتوبوس که به سمت ایران حرکت کنیم، ساعت یک همیشه اتوبوس از استانبول به تهران حرکت میکردن. وقتی که نشستیم توی اتوبوس یه آگهی روی دیوار دیدم زده کارگر با جای خواب و غذا 650 لیر. به این دوستم گفتم که محمد بیا بریم زنگ بزنیم به اینا. گفت فرش کن میریم حالا تهران زنگ بزنیم. گفتم خب اگه رفتیم تهران زنگ زدیم، گفت بیاید سر کار، ما چیکار کنیم، دوباره دو روز بیایم؟ خب بزن الان. و من واقعا حتی یک لیر هم نداشتم که زنگ. گفتم جان من خواهش میکنم تو رو خدا یه دو لیر به من بده، من برم تلفن بزنم. رفتیم تلفن زدیم و اون آقا گفت ساعت 4 بعد از ظهر اینجا باشید، من میبرم تو سر کار، نفری 150 لیرم ازتون میگیرم. ما بلیط اتوبوس گرفته بودیم و رفتیم به شرکت، گفتیم ما پشیمون شدیم، گفت پولتون رو پس نمیدم، اتوبوس داره حرکت میکنه. و این دوستم هم بهش گفتم باور کن کار میکنی، من دو برابر اینو بهت میدم، بیا بمونیم، این شانس از دست ندیم. و ما موندیم و اون شخص ما رو برد سر کار و ما در ارتباط بودیم با این کلیسای مجده در ترکیه، میرفتیم میومدیم. اما و حتی یادم میاد یک روز یک برادری از آلمان اومده بودن اونجا، دعای نجات رو برای من خوندن. اما من تمام هدفم از کلیسا رفتن این بود که اون چیزی که قولی رو که خدا بهم داده بگیرم. من هی میگفتم چی پس، و اصلا دنبال این نبودم که تغییری بکنم. و زندگی من توی ترکیه داشت بدتر از وضعیتم توی ایران میشد. یعنی اونجا خب مواد مخدر نبود، ولی خب الکل بود، پناه می بردم به الکل و در یک حالت آچمزی قرار گرفته بودم. و به خودم می گفتم از اینجا به کجا میخوای بری؟ یعنی از ایران اومدی به ترکیه، از ترکیه به کجا؟ و از اون برم می گفتم پس عیسی تو چی کار کردی؟ تو که قول دادی؟ و هیچ اتفاقی نمی افتاد و همینطور شرایط من بدتر می شد. یکی دو سال به این منوال گذشت، یعنی واقعا مثلا یه جای کار میکردم حقوقمو نمیدادن، همون من توی یکی دو سال اول باور کنید که زیر دوش نتونستم برم، یعنی همیشه یا توی ماشین لباسشویی شرکت یا توی دستشویی بذارم میخوام باید عموم میکردم. توی یک همچین شرایطی تقریبا دو سال رو سر کردم تا رفتم ازمیر و یک شرکتی بود که بیرون ازمیر روی کوه بود، صاحبکار غذا نمیداد، پول نمیداد، گرسنه میموندیم.
و اونجا روی اون کوه رسیدم به نقطه انتهایی، یعنی تصمیم گرفتم که خودم رو بکشم. گفتم که من باید به این زندگی خاتمه بدم. عیسی هم یک دروغگو بود، عیسی هم کاری نتونست بکنه. اما وقتی که روی کوه بودم دستامو بردم بالا و گفتم عیسی آخرین شانس رو بهت میدم. ببین تا الان من هر جایی که فرمون زندگیم رو دست گرفتم خراب کردم، افتضاح به بار آوردم. الان این آخرین شانسه و تو اجازه داری که بیای پایین و بشینی پشت فرمون زندگی من و پیش ببری. و خواهر سلماز ظرف مدت کوتاهی برگشتم به استانبول، یه کار جدید برام پیدا شد. دو تا برادر عزیز بودن که شرکتی رو داشتن در اونجا، منو ملاقات کردن، گفتن که ما مترجم میخوایم، بیا پیش ما کار کن. و پیش اونا رفتم، کم کم شرایطم بهتر شد، همینطور روز به روز از نظر مالی بهتر شد وضعیتم. تونستم زیر دوش حموم بکنم و یادم نمیره همون روز به خواهر سپیده زنگ زدم، گفتم خواهر سپیده وضعم خیلی خوب شده، زیر دوش حموم کردم. و همینطور تلاش میکردم. و یه چیزی که من اون زمان روح القدس رو نمیشناختم، اما مثلا یک خصلتی که در من این بود که اون شرایط بدی که توش داشتم باعث شده که از من یه دروغگو بسازه، به راحتی دروغ میگفتم. و وقتی که رفتم پیش این دوستان که کار جدید رو شروع کردم، یک کسی در کنار من بود که انگار من رو راهنمایی میکرد، تعلیم میداد و گفت بیا قدم به قدم شروع کنیم، شروع کن به دروغ نگفتن، سعی کن دروغ نگی. و همینطور قدم به قدم تا نازی عزیزم رو شناختم، همسرم رو، و ازدواج کردم. و توی اون زمان آرامشی نداشتم. و اینجا میخوام یک چیزی رو بگم که باز اگر عزیزی صدای ما رو میشنوه بدونه که چقدر دعای همسرها برای هم قوت داره. نازی وقتی که یک شنبه هم کار میکرد و وقتی کمی داشت برای کلیسا، ولی یه تازی رو میگرفت از سابکارش، اجازه میگرفت که حتی شده برای یک پرستش بره کلیسا و میرفت و زانو میزد و برای من دعا میکرد که من هم به کلیسا بیام، من هم قلبم بدم به عیسی. زانو میزد و میگفت عیسی این آرامشی که من دارم رو به کاوه هم بده. و این کم کم تغییراتی داد تا ما تصمیم گرفتیم که بیایم آلمان. یعنی احساس کردم اینجا یک تغییری میخوایم. و خب وقتی که به عقب نگاه میکنم همه اینها پلانهای خداوند بوده و واقعا خیلی جاهاش رو شاید من نفهمیدم، اما خداوند شایسته اعتماد هست، خداوند ارزش اعتماد کردن رو داره. و وقتی به عقب نگاه میکنم میبینم که چقدر خوب کار کرده. و ما اومدیم به آلمان و در آلمان وقتی که رسیدیم شروع شد یه سری مشکلات، چون حالا وقت بیشتری با هم داریم، توی هاستل بودیم ما اون زمان، اختلاف ها کم کم شروع میشه، ناراحتی ها، و کار به یه جایی رسید که بعد از یکی دو ماه من گفتم نه ما بعد از هم جدا بشیم، این زندگی فایده نداره، قطع کنیم. و یکی دو روزی بود که با نازی هم حرف نمیزدم و این تصمیم جدی رو گرفته بودم. و نگفته نماند که روز 19 آگوست 2015 ما رسیدیم آلمان، برلین. و روز فکر میکنم 21 هم به کلیسای آفتنبگ اومدیم، یعنی دو روز بعد بلافاصله اومدیم به کلیسای آفتنبگ و تو این کلیسا میرفتیم و میومدیم. و بعد از چند ماه، میگم در اصل اینکه زیاد با هم بودیم، کاری برای انجام دادن نبود، اختلاف ها، من دیدم که نه این فایده نداره و باید جدا بشن. و گفتم به نازی که اینطور هست. تا یک روز یک شنبه بود که نازی رفته بود باشگاه و من توی اتاق نشسته بودم که تصمیم گرفتم فردا برم به اداره سوسیال بگم پرونده های ما رو از هم جدا کنه. خواهر سلماز برای اولین بار صدای خداوند رو شنیدم، برای اولین بار خداوند با من صحبت کرد. و صحبت اون نه تهدید بود، نه چوبی بالای سر من بود، بلکه این صدا چنان محبتی درش بود، چنان بازدارندگی درش بود، چنان لطافتی درش بود که من بی اختیار، من که خیلی آدم مقروری بودم، خیلی آدم قدی بودم و همیشه حرف خودم بود و فکر میکردم که از همه بهتر میفهمم و میدونم، این صدا به من یک چیز رو گفت. گفت کاوه نذار که روزهای گذشته دوباره تکرار بشه، تمرکزت رو و ذکرت رو، فکرت رو بذار روی زندگی نازی و من تمرکزم و فکرم رو میذارم روی زندگی تو و برو و در کلیسای آفتنبگ
شروع به خدمت کن. اصلا نمیدونستم که چطور این صدا چنان تحولی ایجاد کرد در من و تا حالا همچین تجربه‌ای رو نداشتم. و وقتی که نازی اومد باهاش صحبت کردم و اولش فکر میکردم که این از فانتزیمه، یعنی در مورد بخش اول اوکی بود، سخت بود برام پذیرفتن هر دوتاش که یهو الان وقتی که نازی میاد بخوام باهاش صلح و آشتی بکنم. چند روز قرار بودیم و بعد اینکه بخوام بیام کلیسای آفتنبرگ خدمت کنم، چون کلیسای ما یک کلیسای اینترنشنال هست و ساختمان بسیار بزرگی داره. در اون زمان هر یک شنبه چیزی در حدود 1200-300 نفر می اومدن و شرکت میکردن و من گفتم من آخه نه زبان بلدم نه چیزی، برم تو این کلیسا چی بگم، چی کار بکنم، چه کاری ازم برمیاد. یکی دو بار پشت گوش انداختم، چندین بار این صدا رو شنیدم و وقتی که با نازی مطرح کردم، نازی گفتش که اوکی میتونیم بریم توالت ها رو بشوریم، توالت شستن که زبون نمیخواد که. و اومدیم در کلیسا آفتنبرگ و به مسئول اورداتیم گفتیم که ما میخواییم توالت ها رو بشوریم و ایشون به ما گفتش که نه توالت ها شستنش اینجا یه کارمند هایی داریم که انجام میده، اما اگه دوست دارید خدمت بکنید شما میتونید در پارک پلاس خدمت کنید، نازی میتونه در بگروستون تیم خوش آمدگویی خدمت بکنه. و از اونجا ما شروع کردیم و من توی جلسات پرستشی یک چیزی رو میدیدم، چون موقع پرستش سازهایی رو میزدم با گیتار و جاز و نمیدونم گیتار الکتریک و سازهای اینطوری که ما تو کنسرت های پاپ دیده بودیم و شادی مردم رو که میدیدم، اوایل فکر میکردم اینا چون دویچه پاس دارن یا ملیت آلمانی دارن خوشن. بعدن فهمیدم که نه، این یک شادی، یک سول، یک چیز اوباناتولیش هست، یعنی مافوق طبیعت هست. و گفتم خدایا این رو من میخوام تجربه بکنم. من امروز میام به کلیسا، نه خونه میخوام، نه پول میخوام، نه ماشین میخوام، نه من این شادی رو میخوام، من این آرامش رو میخوام. و از اونجا بود که در واقع این پروسه که گفتم حدود 4-5 سال بود از اونجا تا به آلمان که دیگه ما شروع کردیم به خدمت در کلیسا و بعد بیبرچولر گذارندیم، بعد من تئولوژی خوندم و قدم های بعدی. خدا رو شکر. پس اینطور که من متوجه شدم شما چندین سال پیش توی همون ترکیه دعای نجات رو خوندین ولی عملا قلبتون رو میترسیدین که شاید بسپرید به ایسای مسیح. دقیقا، یعنی اون من قدیمی، کلام خدا میگه هر کس که در مسیح هست مخلوقی تازه است، یا پولس توی رومیان باب 6 آیه 3 و 4 میگه که ما با تعمید در اون مردیم و در زندگی نو باید تبدیل بشیم. اما با من تا اون زمان هنوز اون کاوه قدیمی زنده بود و کار میکرد و اجازه نمیداد که اون هویت نوع خودم رو بشناسم. شما از قبل از ایمانتون گفتین که تو چه شرایط سختی بودین و چه شرایطی داشتین و ما هم میدونیم که معمولا این افراد همونطور که خودتون هم گفتین از طرف جامعه، از طرف خانواده و دوستانشون طرد میشن و حتی اگر که تصمیم بگیرن که زندگی درستی رو شروع کنن، راه درستی رو برن، باز هم افراد و جامعه معمولا به این افراد اعتماد نمی کنن و حتی ضرب المثلی داریم که میگه توبه گرگ مرگه و این افراد رو حتی اینطوری تصور میکنن. ولی ما امروز میدونیم که خدای ما چه خدایی هستش که حتی تو اون شرایط هم گفته که من به تو نیاز دارم و آماده بوده این توبه رو بپذیره و حتی قبل از توبه شما رو اینطور محبت کرده و اینطور در آغوش خودش نگه داشته و زندگی جدیدی رو به شما هدیه داده. میخوام حالا از اون طرف نگاه کنیم به این قضیه که کسایی که شما رو میشناختن آیا این تغییرات رو در شما میدیدن؟ آیا رفتارشون با شما تغییر کرد یا اینکه نه چطوری بود؟ یا سوال خوبیه. من سعی میکنم که خیلی خلاصه این رو جواب بدم. خب طبیعتا از یک جایی من خب ارتباطم رو تقریبا با همه کسانی که در قبل آتش داشتم قطع کرده بودم
و چون دنبال این هویت جدیدم بودم و نمیخواستم خیلی با گذشتم ارتباط داشته باشم. اما از یک جای به بعد وقتی که خوندم که عیسی میگه شاهدان من خواهید بود، گفتم خب چه چیزی بهتر از این تحول در زندگی من. مثلا یادم میاد وقتی خونه گرفته بودیم از گوشه هاش عکس میفرستادم برای خانوادم و نازی میگفت که دیگه بابا چرا از این گوشه کابینت نمیدونم از این عکس میفرستی. میگفتم نه نازی، من میخوام اینا ببینن یه کسی که هیچ بود توی ایران هیچ نداشت، امروز توی آلمان صاحب خونه و زندگیه، و بعد سوال کنن که این از کجا میاد که من از عیسی توضیح بدم برای اینها. و گفتم زندگی من خیلی خوبه که کسانی که من رو میشناختن این تبدیل رو ببینن، چون من واقعا یک آدمی بودم که بسیار بد بود، بسیار خطا کرده بود، بسیار گناهکار بود و هیچ کس شاید امیدی به بهبود من نداشت. و به خاطر همین میگفتم که و همیشه هم میگم که این بذار دیگران ببینن این رو که من فرصتی باشه برام که از عیسی بگم. اما جانب منفی هم داشته. بله مثلا من عزیز رو دعوت کردم یه بار بیاد در کلیسای ما صحبت بکنه و ایشون به من زنگ زد و گفتش که ما شنیدیم شما در ترکیه ال بودی بل بودی اینطور بودی اونطور بودی و باید بدونیم آیا اصلاح شدی اینطور. و در واقع من برام اصلا مهم نبود نظر ایشون و در واقع نظر هیچ کسی در مورد خودم برام مهم نیست، بلکه نظر خداوند. و اینو میخوام اینجور بگم، نه از بابت غرور، بلکه به چه دلیل. چون عزیزانم اینکه دیگران و دنیا راجع به ما چی فکر میکنن یا راجع به تو چی فکر میکنن اصلا مهم نیست. حتی اون چیزی که خودت راجع به خودت فکر میکنی اون هم اصلا مهم نیست. چیزی مهمه که خداوند راجع به تو چی فکر میکنه. و خداوند میگه تو فرزند محبوب من هستی، کاوه تو فرزند محبوب من، پسر محبوب من هستی، سلماس تو دختر محبوب من، و این مهمه. و استاتوس من یا جایگاه من یا کاری که من انجام میدم هویت من رو تعیین نمیکنه. هویت من رو کلام خدا تعیین میکنه که میگه تو پسر مسیح هستی. و اینکه گذشته من رو کسی بخواد بگه نه، من کلام خدا میگه که کاوه سابق مرده و من امروز نو شدم، مخلوقی جدید هستم. من میبایستی که به این ایمان داشته باشم، همون جوری که توی مرقس 16:16 میگه اون کس که ایمان بیاورد و تعمید بگیرد نجات یافته. من همیشه برام این سوال بود، چون همیشه در گذشته مونده بودم، همیشه شیطان گذشته من رو مثل یک نقش بو کرده می آورد جلوی من و می گفت چطور تو میتونی بخشیده شی، تو انقدر افتضاح بودی، تو انقدر گند زدی توی ایران، آبروی خانواده تو بردی، علم بودی، کی میتونه تو رو ببخشه، چطور فکر میکنی بخشیده میشی؟ اما این قلب من اون موقع به درد می آورد. اما یک روز به عیسی گفتم عیسی چی؟ این نجاتی که ازش حرف می‌زدن چیه؟ اگه قرار باشه که من یه روزی تو آسمون نجات پیدا کنم، که اینو اسلامم میگفت، من تو رو انتخاب کردم که تو اینجا روی زمین منو نجات بدی. و روح القدس دوست عزیز من به من گفت کاوه تو ایراد کارو بهت میگم، تو اگر فقط به مردن عیسی، اومدن عیسی مسیح روی زمین، به صلیب کشیده شدنش، مردنش و نجات و برخواستنش از مردگان ایمان داشته باشی، این کافیه برای تو در آسمان. اما برای روی زمین تو باید ایمان داشته باشی که تو هم با تعمیدت مردی. و اون روز بود که من وایستادم با اقتدار به اون زیله خودم، به ذهن و جان خودم و به شیطان گفتم که تو با کی داری حرف میزنی؟ این کاوهی که تو میگی کلام خدا میگه مرده و کاوه جدیدی متولد شده و هیچ کدوم از اینا من نیستم. برای همین امروز خیلی نظر دیگران برای من تعیین کننده نیست که اهمیتی بخوام بهش بدم، چون میدونم که خداوند من رو پذیرفته و نیاز به آنرکنون و تایید دیگران ندارم. چرا؟ یک روزی زمانی که خدمت میکردم تو کلیسا تلاش میکردم که پاستورای کلیسا منو ببینن، مردم ببینن که چه بگم او کاوش خوب انجام میده، چون هویتم رو نمیشناختم، چون طرد شدگی داشتم، چون از همه جا طرد شده بودم، دلم میخواست مردم تاییدم کنن. اما امروز میدونم که عیسی مسیح منو قبول کرده، بزرگترین و مهمترین شخصیت تاریخ من و تو رو پذیرفته. دیگه چه اهمیتی داره اگه همسایه من منو قبول داشته باشه یا نداشته باشه؟ شکر، واقعا خدا رو شکر برای این فروتنی شما. و چیزی هم که برای خود من جالبه این تغییر و تحولاتی که خدا در افکار و قلب‌های ما میده در این زندگی تازه است، که برای خود منم اینطوریه که شاید قبلا کسی از گذشتش میگفت، شاید قضاوتش میکردم، ولی الان میبینم عزیزانی که اینطوری مثل شما فروتن میشن از گذشتشون میگن و اینطوری از گذشته خودشون شرم ندارن، بلکه به این کار عظیم خدا فخر میکنن و
این شادی رو با بقیه تقسیم میکنن، چقدر اون ارزش و احترام در قلب من بیشتر میشه به افرادی مثل شما. خدا رو شکر برای وجودتون و اینکه اینطوری همه چیز رو با ما در میون میذارین. برادر عزیز، یکی از همراه های برنامه زندگی من با مسیح سوال کردن که آیا این چیزهایی که مسیحی ها ایمان میارن و اعلام میکنن که این اتفاقا در زندگیشون افتاده، آیا مخصوص افراد خاصی هست یا هر کس که به عیسی مسیح ایمان میاره میتونه این فیض و زندگی تازه رو تجربه کنه؟ بسیار سوال خوبیه. عزیزانم، اگر امروز یک کاوهی که هیچ بود، البته میگم الان هم من هیچ هستم، اما کاوهی که درب و داغون بود، نابود بود، زندگی داغونی داشت، خداوند بلندش کرد، یا همونجوری که تو کلامش میگه اون چیزی رو که دنیا خار و خفیف میشماره خداوند برمیداره برای جلال خودش. این و امروز اگر من دارم با شما صحبت میکنم یا اگر برکتی از خداوند به من میرسه، این برای نیست که من خوبم. این هیچ ربطی به من نداره. محبت خدا به ما بی قید و شرطه. ما صحبت از فیض میکنیم. ما ایرانی ها متاسفانه به خاطر بک‌گراند شریعت و اسلام که داشتیم، همیشه فکر میکنیم که باید یه چیزی رو فردینند کنیم، یعنی کار کنیم و به دست بیاریم، یعنی گشنگ هدیه رو قبول نمیکنیم. فکر میکنیم چطور میشه که یه هدیه با ارزش به ما داده بشه، ما باید در برابرش کاری کنیم. یا خیلی من میبینم و شنیدم همه ما از ایران میام تا یه خوبی برای یکی میکنیم، میگه جبران کنم. در این فکریم. اما خدا ما رو دوست داره. میدونید مسیحیت یه چیز عجیبیه. اونی که توی مزمور میگه، شماره مزمورش یادم نیست، امروز صبح میخوندم، قولش بگم 30 خورده هست ببخشید، ولی میگه بیایید و بچشید که خداوند نیکوست. و اینو میخوام بگم، من زمانی که بیبل شوره میگذروندم مدرسه کتاب مقدس، اساتید ما میومدن و چیزهایی رو تعریف میکردن از برکاتی که خدا بهشون داده. و من مثل بچه ها وقتی میومدم خونه میگفتم خدای اون چیزی که این تجربه کرده منم میخوام تجربه بکنم. و میخوام دوتا مثال رو بزنم برای اینکه این عزیزی که این سوال رو پرسیده براش جا بیفته. یه زمانی من شروع کردم یه کتاب رو ترجمه کردن و کامپیوتر نداشتم، لپتاپ نداشتم، اوایل پناهندگی بود، پولم نداشتم اونطوری که بخرم. و زمانی که ما اومدیم آلمان، ما با یک کیف قرمز کوچیکی اومدیم که از بلگراد خریدیم، نمیدونم 20 یورو فلان، تمیز زندگی ما اون بود، هیچ چیزی نداشتیم. و من شروع کردم به ترجمه کتاب با هندی خودم، با گوشی موبایلم. و یک شب تو خونه گفتم خدایا، اگه تو به من گفتی که من اینجا توی این بیبل شوله هستم، نه فقط برای خودم بلکه برای فارسی زبان ها، من احتیاج به یه کامپیوتر دارم، یه کاری بکن که یه لپتاپ بخرم. من نازی برنامه‌ش این بود، چون فکر می‌کنم نزدیکای واینختن بودیم، تو ذهن خودش بود که برای من هدیه یه لپتاپ مثلا بخره در حد مثلا اون پولی که در اون زمان می‌گرفتیم، 2300 یورو مثلا یه لپتاپ بخره. فردا صبحش وقتی که من اومدم به کلیسا، همیشه یک ساعت صبح پرستش داشتیم از ساعت 8 تا 9 و بعد 9 به بعد روند عادی کارم شروع میشه. بعد از اینکه ساعت 9 اومدم بیرون که بریم برای صبحونه، دیدم یه خانم آقایی که از اساتید مدرسه کتاب مقدس بودن، آقا آمریکایی هستن و خانم آلمانی، یه مکبوک اپل توی دستشونه و ایستادن پشت در منتظر من. و منو صدا کردم، گفتم خداوند به ما گفت تو به یک کامپیوتر احتیاج داری و ما برات این کامپیوتر رو آوردیم. و میخوام عزیزان این رو بگم که من اگر میخواستم کامپیوتر بخرم، نهایتاً 200-300 دلار بود، اما خداوند برای من، برای تو بهترین ها رو در نظر داره. این هیچ ربطی به شایستگی من تو نداره، این نیکویی او هست. یه مثال دیگه این بود که ما آرزومون بود که یه گارتن داشته باشیم، مثلا نازه خیلی دوست داشت که یه گارتن داشته باشیم. و توی برلین، هر کسی که بدون فکر کنم جای دیگه آلمان هم همینطور هست، برای یک گارتن شما باید ثبت نام بکنی و توی وارتلیست بری و چیزی در حدود 7-8 سال طول میکشه تا به شما گارتن. و پشت کلیسای ما یک مجموعه گارتن های هست که متعلق به کلیسا هست و میدن افرادی بیرون از کلیسا اینها رو دارن. و من رفتم و اونجا ملت کردم خودم رو. و یک روز، 2 ماه بعد از اون آن ملدونگی که انجام دادم، یک تماسی از دفتر کلیسا با من گرفتن که پیغام خوش برای تو داریم. گفتم چیه؟ گفت یه گارتن براتون پیدا شده. و اون موقع زمانی بود که ما بنا به دلایل توی زندگیمون کار دیگه‌ای پیش اومده بود که پول نداشتیم و پول رو به اون کار اختصاص داده بودیم.
و عملا از گارتنم صرف نظر کردم، چون امیدمونم به دو ماه نبود، به 7-8 سال بود. و گفتم که خب گارتن مال کی هست؟ گفت مال ماتیاس، یکی از همکارانمون در بیبرشوله. و وقتی که این رو گفت، من گفتم اوکی، پس من زنگ بزنم به ماتیاس، هم تشکر کنم هم وقتشو برای اینکه نگیرم بگم ما چند باید بدیم، تو اون بگه مثلا 20,000 تومان، منم بگم نداریم، خداحافظ. زنگ زدم و گفتم ماتیاس کورت به من گفته که شما گارتن تو میخواید بدی و ما تو لیست بودیم، چقدر باید به شما بدم؟ و گفت وقتی که ما توی لیست اسم شما رو دیدیم، خداوند توی قلب من و همسرم گذاشت که این رو به شما هدیه بدیم. و من اصلا باورم نمیشد تون لحظه، چشام زده بود بیرون واقعا. بعد وقتی که رفتیم کلی اسباب و وسایل داخل اون بود، یعنی یه چیزی فقط در حدود 7-8 هزار وسیله داخل اون بود، از وسایل بازی گرفته تا ابزار آلات که تکمیل همه چی بهترین. و گفتم اینا چی، بابت اینا چی باید؟ گفت همش، هر چیزی که اینجا هست رایگان برای شما. و این خداوند ماست. و اگر من بخوام اینها رو بگم توی وقتی این برنامه نمی گنجه و ساعت اینا، هیچ کدوم ارتباطی به من یا به نازی نداره، این برای همه ما هست. و یک چیزی رو خداوند توی متی 6:33 گفته که برای این عزیز میخوام بگم و بقیه عزیزان. متی 6:33 میگه اول از هر چیز به فکر پادشاهی خدا باشید، همه نیازهای شما به شما داده می شود. یک روز من توی کلیسا این جمله رو شنیدم و هیچ اطلاعی از این که پادشاهی خدا چی هست نداشتم، اما برام یک انگیبوت خوب بود، پیشنهاد خوب بود. گفتم خدایا من تا الان 32 سال، اون موقع 32 سالم بود، از تو عم گرفتم، هر بار تلاش کردم یه زندگی خوب داشته باشم خراب کردم. الان این پیشنهاد خوبیه، تو میگی من به فکر پادشاهی تو باشم، تو نیازهای منو بهم میدی، اوکی بیا این کار رو بکنی. من نمیدونم پادشاهی تو چیه، ولی اولین چیز برای من اون. و اینقدر خداوند وفادار هست و همه چیز رو به من داد واقعا. و میخوام این رو بگم برای شما هم امروز، این پیشنهاد خدا رو بگیرید، بگید خدایا منم میخوام پادشاهی تو برام اول شه. و حتما نباید در پادشاهی خدا ما فکر کنیم که میباید موعظه کنیم یا پرستش رو رهبری کنیم یا یه کار بزرگ انجام بدیم. ما بدن مسیح هستیم، تک تک ما مهمیم، تک تک ما در جایگاه های خودمون مهمیم. تو میتونی یک پدر خوب باشی در ملکوت خدا و برای همسر، برای بچه هات همسر خوبی باشی برای همسره، و از این طریق ملکوت خدا رو جلو ببری. و خداوند وفادار و حواسش به زندگیت خواهد بود و قطعا همه اینها رو تجربه میکنی با گارانتی. آمین، خدا بشکر. همونطوری که میدونیم الان در ایام ادونت هستیم و داریم به تولد عیسی مسیح نزدیک میشیم. حالا توی پرانتز بگم برای عزیزانی که از ادونت اطلاعی ندارن و نمیدونن ادونت چی هستش، فردا شب در برنامه الفیا که از طریق یوتیوب کلیسا آلفا اومگا هامبورگ پخش میشه و توی استوریا میذاریم لینکش رو، میتونین ببینین. و هفته گذشتم پاستور آلبرت عزیز در مورد ادونت صحبت کردن. اگر دوست دارین بیشتر بدونین میتونین این دوتا برنامه رو ببینین و همراه ما باشین از طریق یوتیوب کلیسای آلفا اومگا هامبورگ. و حالا سوال من اینه که توی این ایام معمولا اکثر کشورها اینطوریه که خیابونا رو چراغونی میکنن، تزیین میکنن، افراد دور هم جمع میشن، خانواده ها بیشتر با هم هستن و تقریبا میشه گفت همه کسایی که روی کره زمین هستن از این زمان تولد عیسی مسیح اطلاع دارن، حتی کسایی که ایمان هم ندارن ولی این تولد رو میشناسن که کریسمس میاد و چجوری جشن گرفته میشه. میخوام بدونم به نظر شما چرا این جشن تولد عیسی مسیح انقدر خاص و مهم هست، در صورتی که افراد تاثیرگذار دیگه هم توی تاریخ بودن که شاید کشور خاصی یاد بودشون رو برگزار بکنن یا اینکه در زمانهای خاصی بودن و به فراموشی سپرده شدن؟ نظرتون چیه؟ خب قبل از اینکه نظرم بدم، جمله اول شما رو تکمیل کنم. عزیزان برید کانال یوتیوب آلفا اومگا هم سابسکرایب کنید، هم زنگولش هم فعال کنید. مرسی. ویدیو میذارن سریع براتون پیام میاد، من خودم همیشه نگاه میکنم و برکت میگیرم. حتما این کار رو بکنید. البته الان نه، الان اول برنامه رو گوش بدید. اما به سوال شما، اینو من دو تا جواب میتونم بدم در حد خودم. عیسی مسیح، چون شما مقایسه کردید با دیگر اشخاص، عیسی مسیح تنها شخصی هست
اگر عیسی رو به عنوان پسر انسان، به عنوان انسان در نظر بگیریم، اون الوهیت و خدایی اون رو کنار بذاریم، به عنوان انسانی که روی زمین زندگی کرد، تنها شخصی هست که اگر سر قبرش بریم، شما سر قبر موسی که بری نوشته موسی اینجا دفن شده، سر قبر پیامبر اسلام که بری نوشته اینجا دفن شده، سر قبر ائمه اسلام بری نوشته اینجا فلان شخص دفن شده، اما سر قبر عیسی مسیح چی نوشته؟ قبر خالی است، او اینجا نیست، او در آسمان است. و این یکی از تفاوت هاست و چون باز بحث مقایسه با دیگران هست، این رو میخوایم بگیم که تمام کسانی که ایدئولوژی رو آوردن، اهم از دین، آیین، هر چیزی، مثل حتی از یهودیت که در واقع ما هم خدای یهودیت رو میپرستیم، یهودیت که یک دین و آیین بود، در واقع یک قوم بودن، قوم یهود، ولی یک آیینی رو داشتن و باید نبایدهای رو رعایت میکردن، اونها اون شریعتشون مجموعی از کارهایی بود که انسان میبایست انجام بده برای اینکه به خدا برسه. در اسلام نگاه بکنیم همینطوره، در عرفانها نگاه بکنیم همینه، عاشق و معشوق، عاشق اون انسان معشوق اون خداست، نرسیدنی. هفت شهر عشق را عطار گشت، اگر دیگه شعر ادبیات یادم ادبیاتم خوب بود، ولی همه اینها تلاش انسان بود. اما مسیحیت مجموعی از کارهایی است که خداوند برای انسان، برای من و تو انجام داده و میبایست که متفاوت باشه. تولد این شخص یعنی امید، تولد این عیسی یعنی زندگی، یعنی امید، یعنی آرامش، یعنی پرسپکتیو، یعنی حیات جاودان، و میبایستی که همه جا جشن گرفته بشه. و من در این دو مورد میبینم تفاوت رو. مسیحیت مجموعی از کارهایی است که خداوند برای انسان کرده، برخلاف ادیان و ایدئولوژی ها که مجموعی از کارهایی است که انسان برای رسیدن به خدا باید انجام بده. آمین. حالا که بحث اینجا کشیده شد و بحث هدیه ها و اینا شد که توی این ایام افراد به هم هدیه میدن و میگیرن، میخوام ازتون بپرسم که بزرگترین هدیه ای که خداوند به شما داده و دارین یا قبلا داده چی هستش؟ بزرگترین هدیه ای که من از خداوند، از عیسی مسیح گرفتم، اول روح القدس هست. عیسی مسیح گفت من شما رو مثل یتیم ها رها نمی کنم. عیسی مسیح میگه در کتاب یوحنا توی بابای 14 تا 16 که در مورد روح القدس صحبت میکنه، میگه من میرم و رفتن من برای شما بهتر است، چون پشتیبانی میاد. و من این افتخار رو داشتم که یک روزی حدود سال یک سال پیش در یک کلیسای در لودویسلوس با برادر عزیزم پاستور آلبرت عزیز که شیش ارشد کلیسای آلفا اومگا در اونجا با هم باشیم، ایشون موعظه کردن و من این افتخار بزرگ رو داشتم که در کنار این استاد عزیزم قرار بگیرم و موعظه ایشون ترجمه کنم. و ایشون یک جمله در مورد روح القدس گفتن که واقعا به نظر من خیلی عالی هست. پاستور آلبرت این رو گفتن که عیسی مسیح اون زمانی که اومد به عنوان خداوند نجات دهنده برای کل جهان، یه عیسی مسیح اومد، اما وقتی به آسمان رفت و روح القدس رو فرستاد، در واقع خداوند به صورت پرسونلیش و شخصی برای تک تک ما اومد. یعنی روح القدس برای کاوه، برای سلماز، برای آلبرت، برای آرش، برای نسرین، برای فاطمه، برای علی، برای همه. و من میتونم بگم بزرگترین هدیه عیسی مسیح برای من روح القدس بوده، و در کنار اون همسر عزیزم نازی که واقعا معلم اول من بوده و خیلی چیزها رو من از نازی یاد گرفتم. خدا رو شکر برای وجود شما و همینطور خرنازی عزیز. میخوام سوال همیشگی برنامه رو ازتون بپرسم. بعد اکاوه عزیز، این جمله رو چطور کامل میکنید؟ زندگی من با مسیح؟ زندگی من با مسیح دو نقطه. عیسی ارزش اعتماد کردن رو داره. عیسی هرگز دیر نخواهد کرد. آمین. و عیسی همه چیز را از نو خواهد ساخت. این خلاصه ای از زندگی و تجربه من با عیسی مسیح هست. به این سه جمله. خدا رو شکر. همطوری که اطلاع دارین، احتمالاً بیشتر بیننده ما هم میدونن که هدف این برنامه از اول این بوده که کسایی که عیسی مسیح رو به عنوان خداوند نمیشناسن با این خدای بی‌نظیر، خدای زنده آشنا بشن و همطور کارهای عظیم او رو ببینن، تغییرات بزرگی که تو زندگی تک تک ماها انجام داده ببینن، و همینطور کسایی که به عیسی مسیح ایمان دارن با
شنیدن معجزات او و شنیدن تجربیات زندگی خواهر برادرای دیگه ایمانشون استوارتر بشه، این اعتمادی که شما گفتین بیشتر بشه. میخوام ازتون خواهش کنم که اگر در این زمینه پیامی توی قلبتون هست برای ما بفرمایین که دیگه برنامه رو به پایان برسونیم. عذرخواهی میکنم که از اون چارچوب برنامه‌تون. نه خواهش میکنم. البته سینای عزیز هفته گذشته این راه رو برام رکورد زد. مرسی سینا جان. یا من توی دلم هست خیلی در مورد بخشش، میدونید این بخش ما در مسیح در مورد اون سوالی که دوست عزیزمونم پرسیدن که آیا همه این رو تجربه کنم، ما صحبت از بخشش میکنیم. بخشش توی مسیحیت میدونید ما یه وقتی از دیگران رو نمیتونیم ببخشیم، یه وقتی از خودمون رو نمیتونیم ببخشیم، و ما ایرانی ها متاسفانه به خاطر اون شرایط حاکم بر ایران خیلی شاید کینه ها در دلمون هست نسبت به حکومت، نسبت به پدر و مادرمون. مثلا خود من یه زمانی فکر میکردم مقصر همه بدبختی های من پدر و مادرم هستن و نمیتونم اونها رو ببخشم و این خیلی اذیتم کرد. و میخوام اگر این اجازه رو بدید یک شهادت کوتاه از نازی جان براتون بگم. خیلی به من کمک کرد در آزاد شدن از گذشته. همسر من نازی عزیز زمانی که در شکم مادرش بود، پدرش تصمیم میگیره که او رو به یه خانواده دیگه بده، چون بچه زیاد داشته با اون خانواده بچه نداشتن. و وقتی که 3 روزه بوده اون رو از مادرش، از بغل مادرش میگیرن و میدن به خانواده دیگه که در همسایگی اونها بوده. و زندگی نازی رو از همون آغاز تولد ملخ ها خوردند. اون خانواده برای اینکه ترس داشتن که نازی بفهمه که دختر اونها نیست، خیلی محدودش میکردن. توی مدرسه یکی بهش گفته بود که یک بار تو دختر اینا نیستی و دختر یه خانواده دیگه ای همسایه این بری و این شخص مادرته، و این اومده بود توی خونه گفته بود و زده بودنش، به طوری زده بودن که شیر فکر میکنم رفته بود توی شکرش و جاش هنوز هست و خیلی بد باش رفتار کرده بودن، طوری که از مدرسه زده بشه، از همه چیز زده بشه، از کودکی خاطرات بد توی ذهنش باشه. و در 12 سالگی میگن که تو باید با این پسری که 10-12 سالم از خودش بزرگتر بود، یعنی آدم 22-23 ساله، ازدواج میکنی، چون ما نمیخوایم که وقتی ما میمیریم میراث ما به دیگران برسه. یعنی یک دختر رو در 12 سالگی مجبور به ازدواج میکنن و شما تصور بکنید که در 13 سالگی بچه اولش رو به دنیا میاره و در 14 سالگی بچه دوم. و اون همسرش اصلا توجهی به خانواده نمی کرده و این مجبور میشه که خودش کار کنه، تلاش کنه تا خرج بچه ها رو در بیاره و زندگی رو بسازه، و بعد جدا میشه از اون شخص و حالا چطور مسیر رو تو ایران میشناسه و میاد. اما این خانواده که این کارها رو با او کردن، یک روز نازی گفت، پسرش توی تهران زندگی میکرد، گفت خونه رو گفتن بفروشه و برگرده تهران، بره از این در واقع پدر و مادر ناتنی مراقبت کنه چون پیر شده، و گفت من اونها رو بخشیدم چون خداوند من رو بخشید. و من وقتی داستان هاشو میشنیدم اصلا نمیتونستم بپذیرم چطور تونسته ببخشه. و او گفت خداوند من رو بخشید و به من قول داد که روزهای ملخ خورده رو برمیگردونه و من همین بخشم. و حدود 2 سال پیش که پدرش میخواست توی بیمارستان مریض بود و میخواست بمیره، پدر اصلیش، یک روز دیدم نازی داره دعا میکنه و من گفتش به خداوند، گفتم خداوند اگر منتظر اینی که من این رو دوباره بگم که اون رو بخشیدم و ببریش، من از ته دل بخشیدمش. و فرداش گفتن که پدرش فوت کرد. و زمانی که پدر ناتنیش فوت کرد چند ماه پیش، تمام هزینه کفن و دفنش رو داد، تمام هزینه مراسمش رو داد، همه رو با علاقه با محبت کامل داد و پرداخت کرد و هیچ کینه‌ای به دل نگرفت. و این بود که باعث شد که من آزاد بشم، هم خودم رو ببخشم و هم از این فکر که پدر و مادرم رو مقصر بدونم برای اتفاقات زندگیم جدا بشم. و میخوام این رو بگم که اگر عزیزی هم هست که امروز این نبخشیدن توی زندگیش هست، بیاد و به عیسی اعتماد کنه و ببخشه. و ایران رو که لعنت، روح لعنت فرا گرفته، فکر میکنم با برکت میتونیم آزاد بکنیم و بیایم سعی کنیم همدیگر رو لعنت نکنیم، حکومت رو لعنت نکنیم، نفرین نکنیم،
بلکه برای هم دعای برکت بکنیم. من یک زمانی از پدر مادرم ناراحت بودم، ولی از زمانی که نازنین درس رو بهم داد هر روز برای پدر مادرم دعا میکنم، دعای برکت میکنم و هر روز خدا رو شکر میکنم برای اینکه اینها پدر مادر من هستن و شکرگزاری میکنم بابتش. میخوام این رو بگم که برای این تبدیل میبایستی که برکت بطلبیم، برکت برای ایران بطلبیم، برکت برای همسایه‌مون، برای تک تک اطرافیانمون بطلبیم. و یک راه هم که به نظر من میرسه که مهم هست که انجام بشه، مسئله قوم اسرائیل، قوم یهود هست. به ما توی ایران خیلی اطلاعات اشتباه دادن که اسرائیل دشمن خداست، قوم یهود دشمن خدا هستن. اما همونطوری که ما میدونیم عیسی مسیح هم یک یهودی بود. توی انجیل یوحنا باب 4 فکر کنم آیه 22 عیسی میگه که نجات از قوم یهود خواهد بود، بیرون خواهد بود، یعنی نجات دهنده از قوم یهود خواهد بود. و امروز قوم یهود از خانه پدری دورن، امروز از پدر دورن. من یه دوستی دارم توی آلمان که از دخترش دوره و بعضی وقتا صحبت میکنیم و دلتنگی میکنه. یک روز این تصویر رو دیدم که چقدر پدر ما که در آسمانه دلتنگی این فرزندانشه. قوم یهود که گفت تخم چشم هستن. و از طرف دیگه چون توی ایران ما روزای 13 آبان میبردن خیابون، میگفتن لعنت بفرستید به آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. کلام خدا به ابراهیم میگه خداوند، کسی که تو را برکت دهد او را برکت میدم و کسی که لعنت بکنم او را لعنت میکنم. و عزیزانم این لعنت گرفتار کشورمون شده. من طرفدار اسرائیل نیستم یا پولی از اسرائیل نمیگیرم، من طرفدار خداوند هستم. من قلبم برای قلب پدر میتپد که در آسمان هست. برای همین دعا میکنم برای قوم اسرائیل، برکت میدم قوم یهود رو. در مزمور 122 آیه 6 هم فهم اومده که برای اورشلیم صلح در اورشلیم دعا کنید. و این به این دلیل هست که خداوند وعده دهنده امین است. اگر اون میگه کسی که ابراهیم و فرزندانش رو برکت بده برکت نه، پس اگر من و تو امروز ابراهیم و فرزندانش قوم یهود رو، قوم اسرائیل رو برکت بدیم و دعا کنیم که با کار روح القدس اونها به عیسی ایمان بیارن، قطعا ثمره این برکت به کشور ما خواهد رسید. قطعا خداوند وفادار ایرانمون رو هم برکت خواهد داد. ببخشید خیلی صحبت کردم. آمین. خواهش میکنم. خیلی ممنون. من که لذت میبرم از صحبتهای شما. واقعا برکت گرفتیم و فهم کنم که خرنازی عزیزم همراه ما هستن توی لایو. از همینجا بهشون سلام میکنم و واقعا خدا رو شکر میکنم برای وجود شما. امیدوارم که یه روزی در خدمت شما هم باشیم و این شهادت های عالی رو از خودتون هم بشنویم. بعد کاوه عزیز خیلی لطف کردین، مرسی برای زمانی که در اختیار ما گذاشتین. همینطور برکت خدا رو میطلبیم برای همه عزیزانی که با ما همراه بودن. من کامنت هم باز میکنم که خداحافظی کنیم با هاتون عزیزان و همینطور یادتون نره برکت رو که برای ایران میطلبین برای قوم اسرائیل دعا کنین، همینطور برای هر کسی که حتی ممکنه به شما آسیبی زده باشه و سعی کنین که از خدا بخواین که این توسط روح القدس خودش کمک کنه که شما بتونین ببخشین. چون فکر میکنم که خیلی سخت از فکر کنم، مطمئنم هر ما بخوایم به قدرت انسانی خودمون ببخشیم واقعا بعضی وقتا غیر ممکن هست. ولی خدا رو شکر که اینطوری میشنویم افرادی که اینطوری بخشش رو هدیه دادن به افراد دیگه و 100% خدا این رو بهشون این قوت و قدرت رو داده. شکر. و ما هم میتونیم همونجوری که بعد از کاوه گفتن دعا کنیم خدایا اگر ایشون تونستن پس منم میتونم. آمین که برکت گرفته باشین، وقتای خوبی رو داشته باشین با خداوند. به امید جان بفرمایید. ببخشید اگر عزیزی هست که هنوز قلبش رو و زندگیش رو به عیسی مسیح نداده و این ویدیو رو میبینه، میتونید پیام بدید به کلیسای آلفا اومگا. عزیزانمون در کلیسای آلفا اومگا با شما ارتباط برقرار میکنن، دعای نجات رو میخونن. و اگر واقعا هستید میشنوید، در اطرافتون کسی هست که نیاز به نجات داره، براش بفرستید که کنتاکت های کلیسای آلفا اومگا رو و عزیزانمون در تیم دعا، تیم خدمتی، تیم مدیای کلیسای آلفا اومگا برای شما دعای نجات رو میخونن. و اگر کسی هست الان هم میخواد قلبش رو بده بعد از این برنامه، پیام بده به کلیسای آلفا اومگا. هللویا. مرسی، خیلی ممنون برای تشویقتون. بله همونطور که برادر کاوه گفتن همیشه ما در خدمتتون هستیم و همیشه میتونین از طریق پیام‌های خصوصی با ما در ارتباط باشین، ما راهنماییتون می‌کنیم. اگر که لازم باشه با شخص خاصی در تماس باشین، شما رو در این کانتاکت‌ها قرار میدیم که بتونن بهتون کمک بکنن.
خیلی ممنونم دوباره ازتون، از همراهی شما عزیزانم ممنونم که با صبر انقدر این زمان رو اختصاص دادین به برنامه ما. وقتتون بخیر باشه، در دستای خداوند، فیض و برکت خدا همراه شما باشه، همینطور شما بردکاوی عزیز. عزیزی ممنون، شبتون بخیر. خدا شما هم بخیر، خدا نگهدار. خدا نگهدار.